گزارش تکمیلی از تظاهرات سراسری مردم عراق در روز جمعه علیه حکومت مالکی و مداخلات دیکتاتوری آخوندی، گسترش تظاهرات به استانهای جنوبی و خیزش در بصره، اعلام آمادگی تظاهر کنندگان برای تشکیل نیروی مسلح مردمی برای حفاظت و مقابله با شبه نظامیان. مردم بصره علیه دولت مالکی تظاهرات کردند. به گزارش تلویزیون البغدادیه، تظاهر کنندگان خشمگین دولت مالکی را عامل نابودی منافع مردم و امکانات عمومی اعلام کردند. یکی از تظاهر کنندگان گفت این پیامی از مردم بصره خطاب به نوری مالکی است. یعنی حتی شوف الخدمات هست طلعنا مظاهره علی ما رجعنا انطفت الكهرباء. مردم دیگر به پایان خط رسیدند. مردم تحملشان تمام شده، دیگر بس است. یک شرکت کننده دیگر تظاهرات گفت خواسته های ما چیست؟ ما امنیت می خواهیم، برق می خواهیم، خدمات می خواهیم و کار می خواهیم. جوانان همه در بصره بیکارند. تظاهر کنندگان دیگر به البغدادیه گفتند روزانه در عراق انفجار می شود. مردم عراق از این انفجارها دارند تکه تکه می شوند. انفجارها زیاد است و امنیتی در کار نیست. به خدا قسم از گرسنگی مردیم. برق نیست، خدمات نیست. ان تحمی نفسها و ما استطاعت ان تحمی. به گزارش تلویزیون بغداد، خطیب فروجه در تظاهرات روز جمعه خطاب به مردم گفت قتل و کوچ اجباری و بمب‌گذاری جریان دارد و دولت مالکی در برابر این اعمال ساکت و راضی است. به دولت مالکی که از یک نفر از مردمش هم حفاظت نمی کند می گوییم که ما قادر هستیم خودمان از خودمان حفاظت کنیم. ما قادر هستیم که با فرزندان عشایرمان و مردان غیورمان از خودمان حفاظت کنیم. بنابراین این دولت بداند سکوت ما در قبال آنچه بر سر برادرانمان در دیالی و بغداد می آید طول نمی کشد. به شبه نظامیان فرقه‌گرا و کینه‌توز می گوییم که روز بدر فرا خواهد رسید و در قبال سکوت رضایت آمیز دولت مالکی خواهیم ایستاد. به گزارش تلویزیون المدار، خطیب نماز جمعه در رمادی مالکی را خطاب قرار داد و گفت من به مالکی میگویم اگر نمیتوانی از اهل سنت حفاظت کنی، من از همه اهل سنت درخواست میکنم که نیرویی برای حفاظت تشکیل دهند تا ما را از شبه نظامیان تروریست حفاظت کنند. به گزارش تلویزیون شرقیه، در تظاهرات گسترده مردم در شهرها و مناطق استان صلاح الدین، شیخ مهدی زیاد، خطیب میدان حق در سامرا گفت لحماية الأنفس والأموال والأعراض والمساجد قائلا بنا به فتوای مراجع فقهی عراق، متحسنین به سمت تشکیل نیرویی جهت حفاظت از خودشان و اموال و ناموس و مساجدشان میروند. وی اضافه کرد قتل خانواده ها و کوچ اجباری آنان و انفجار مساجد ما را بران می دارد تا نیروی برای حفاظتمان تشکیل بدهیم، چرا که دولت مالکی در قبال اقدامات شبه نظامیان سکوت کرده است. همچنین تلویزیون البغدادیه خبر از تحسن مردم در استان دیوانیه داد و گفت تحسن کنندگان تأکید کردند که تا برآورده شدن خواسته هایشان به تظاهرات خود ادامه خواهند داد. کمیته های هماهنگی تحسن های علمبار به مالکی هشدار دادند اگر شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران را که به کشتار مردم در بغداد و دیالی و سایر استان‌ها مشغولند جمع نکند، ویژگی مسالمت آمیز تحصن‌های مردمی که بیش از 6 ماه ادامه داشته دیگر ادامه نخواهد یافت. محمد خمیس ابوریشه از رهبران کمیته هماهنگی تحصن علمبار در همین رابطه اعلام کرد به آنها پیام می‌دهم و به آنها می‌گویم که سگ‌هایتان را ببندید
و به خدا قسم اگر مزدورانشان را نبندند ما می توانیم آنها را همراه با مزدورانشان متوقف کنیم. ارتش عشایری در 6 استان آماده است که به هر تعرض توسط این مزدوران هار که اهل سنت در دیالی را کوچ می دهند پاسخ بدهد. ارتش عشایر در هر 6 استان آماده است که به این شبه نظامیان بزدل پاسخ بدهد. این شبه نظامیان عراقی نیستند بلکه کاملا به رژیم ایران وابسته هستند و ما می توانیم آنها را از همان جایی که آمدن برگردانیم. في كل المحافظات الستة ومستعد للرد على هذه الميليشيات الجبانة وهذه ميليشيات الغدر والخيانة ميليشيات ليست بعراقية وإنما هي انتماها إيراني خالص نحن قادرين على أن نردهم وندعهم ونأدبهم ونرجعهم لين ما جم. در کرکوک متحسنین خواستار تعیین جایگزین برای مالکی شدند. خبرگزاری المدا با اعلام این خبر گزارش داد شیخ احمد سعید امام و خطیب نماز کرکوک از ائتلاف ملی خواست تا جایگزینی به جای مالکی تعیین نمایند و گفت عراق در معرض زشت‌ترین طرح‌ها قرار دارد که هدف از آن کشتن مردم عراق و پراکنده کردن جمع آنها و ساکت کردن صدایشان در مقابل با ظلم است. به افسود ما به همه مردم عراق توصیه می‌کنیم که از قیام سنی‌ها در عراق حمایت کنند چرا که آنها چیزی جز حقوق غصب شدهشان نمی‌خواهند. امام جمعه کرکوک افسود در ماه رمضان نه کوپن مواد غذایی موجود است، نه آب، نه سوخت و دیگر ما و ظلم در همه جا وجود دارد.